اعتراضات و اعتصابات از دو سال پیش روند شتابانی داشته. بعد از قیام دیماه 96 دیدیم که آخوندها و کارگزارانشون حسابی ترسیدن. البته این ترس خیلی بجاست، چرا که بعد از اون اعتراضات و اعتصابها بسیار بیشتر و عمیق‌تر هم شده. بله، این اعتراضات به طور خاص در همین سال جاری هم ادامه داشته، ولی خب طبعا مجال پرداختن به همه اونها تو این برنامه نیست، ولی ما می‌خوایم فقط به یکی از اونها اشاره کنیم. اونم اعتصاب سراسری معلمان در 34 شهر در 12 و 19 اردیبهشت ماه. این اعتراضات در سال روز درگذشت دکتر ابوالحسن خانعلی برگزار شد، همون معلم آزاده ای که در 12 اردیبهشت سال 1340 توسط شلیک مستقیم ماموران حکومت شاه به معلمان اعتصابی به شهادت رسید. در واقع باید بگیم که این نامگذاری از طرف خود معلمین انجام شده، وگرنه که اگه به خود رژیم ولایت فقیه بود یک روز دیگه ای رو به اسم روز معلم در تقویمش به ثبت داده بود. یعنی حتی میشه گفتش که این نامگذاری به نوعی یک اعتراض محسوب میشه. بله. حالا این معلمان آزاده که از محرومترین اقشار جامعه ما محسوب میشن، سوال این هست که چه انتظاری از ما دارن؟ منظورم از ما ایرانیانی است که در خارج کشور حضور دارند و امکان حضور در گرد همایی بزرگ مقاومت براشون فراهمه. بخش بعدی برنامه‌مون رنجنامه‌ای از طرف معلمانه که در همین رابطه نوشته شده. به هم گفتن تو که معلم کلاس اولی، میتونی یه نامه بنویسی از طرف خودت و همه شاگردات؟ نامه به ایرانیایی که ممکنه تردید داشته باشن که آیا میتونن آخرین ماه سر قرارشون حاضر شن؟ قرارشون تو پاریس با جمعیتی که میخواد اونجا گوش دنیا رو از فریاد آزادی خواهی ایران پر کنه. منم گفتم معلومه که میتونم، چرا که نه. هر کس حاضر باشه صدای من معلم رو به جایی برسونه، از خدامه که هر روز براش نامه بنویسم. اینم نامه من. به نام خدا، ملالی نیست جز دوری شما. ببخشید شوخی کردم، نمیخوام انقدر کلاسیک شروع کنم، میخوام حرف دلم رو بزنم برای شما ایرانیایی که چهار گوشه دنیا زندگی میکنی. این نه نامه که رنج نامه منه. آ مثل آب، ب مثل بابا. بابا آب داد، بابا نان داد. 30 ساله که دارم این جمله رو تخت سیاه می نویسم. با این همه حتی یک بار هم نشده که خودم که بابای چند تا بچه قد و نیم قد هستم با دست پر در خونم رو بزنم. رو دیوار مدرسه‌مون نوشته معلمی شغل انبیاست. اما وقتی معلم حرفی میزنه طوری باهاش رفتار میشه که با کافر هم نمی کنن. اخراج و زندان و شکنجه و تهدید. یکی نیست بهشون بگی آخه لام از سبا ما چجوری نون زن و بچه‌مون رو بدیم وقتی حقوق رسمیمون 4 برابر زیر خط فقره. مگه نه این که آینده یه مملکت رو همین کوچولوهایی میسازن که با لبخندای معصومشون پشت میز و نیمکتای کلاسای ما میشینن. آخه من معلم با 3 شیفت کار کردن تو روز با کدوم انرژی و توان قلبشون از محبت پر کنم و بهشون درس زندگی بدم؟ ای بابا، درس زندگی کدومه؟ بچه هایی که تو کلاس از فرط گرسنگی و سوء تغذیه ضعف دارن جدول ضرب رو هم به سختی یاد میگیرن. درس زندگی. آره هموطن، این رنج نامه من به شما، به شمایی که اگر چه درد دوری از وطن رو داری اما مثل من تیغ حراست و دشنه وزارت دست کم کمتر رو می سرت. پس تردید نکن، به جای من، به جای همه شاگردای کوچولوم، به جای همه معلمایی که الان توی سلولای اوین و گوهردشت دارن تقاص حق طلبیشون رو پس میدن،
سر قرارت حاضر شو، حاضر شو و جای ما رو هم پر کن.